سلام بر شما، به این صفحه دای ویژه خوش آمدید. روزهای عجیبی طی می شود برای اغلب ایرانی ها در داخل و خارج از کشور. روزهایی که فریبا خانی در ستون روایت روزنامه همشهری روزهای شیدایی مردم نام گذاشته. او در چند جمله می نویسد: حالا ما مردم عزاداریم، خیلی غمگین و ناباور. این حس را می شود در فضای شبکه‌های اجتماعی هم از ایرانی ها دید، انگار غمی سنگین نشسته و نفس همه را تنگ کرده. این غم جمعی از کجا می آید و چطور می شود با آن سر کرد؟ امید و ناامیدی چه نقشی در این غم ایفا می کند؟ چه ویژگی در تحولات هفته‌های اخیر بوده که آن را از تحولات سالهای گذشته متفاوت کرده و به این غم ملی بدل شده؟ برای این بحث دو مهمان داریم. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ماست، و رویا کاشفی، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق بشر اینجا در استودیو. خوش آمد میگم به هر دوی شما. خانم کاشفی، به نظر شما چه فرقی هست بین اونچه که الان شاهدش هستیم و فجایع و مصیبت‌هایی که قبلا دیدیم؟ در ایران اتفاق‌های زیادی افتاده، از طبیعی غیر طبیعی، ولی این یکی انگار متفاوت به نظر میاد. من فکر میکنم که شاید یکی از دلایلش ترکیب جمعیتی باشه که توی اون هواپیما بودند. این 176 نفر، اگر شما به ترکیب جمعیتی ایران نگاه بکنید، اکثر جامعه ما جوونه، زیر 40 ساله یا سن کمی داشته موقعی که انقلاب رخ داده. این میشه ترکیب جمعیتی اغلب و اکثر کسانی که توی اون پرواز بودند. از لحاظ تحصیل و این چیزها هم بچه‌های جوونی که توی اون پرواز بودند، دانشجوها، بچه‌هایی بودن که ما خیلی مثلشون توی ایران داریم که درس می‌خونن، آرزو دارن، امید دارن، سرخورده میرن به دنبال اینکه آینده خودشون رو در کشور دیگه‌ای بسازن. این پرواز همه رو به کانادا، اکثر رو به کانادا می‌برد. بنابراین تشبیه اون افرادی که توی اون هواپیما بودن به جامعه ما خیلی به نظر من مهمه، در اینکه بچه‌های ما، جوانان ما، جامعه ما خودشون رو توی اون مردم می‌دیدند. و بعد اتفاقی بود که کاملا قابل پیشگیری بود، یعنی دلیلی نداشت که این اشتباه، یا هر چی اسمش رو بخوایم بگذاریم، اگر اشتباهی بوده و عمدی نبوده باید بررسی بشه، کاملا قابل پیشگیری بود. در زمانی که راکت داره به سمت عراق پرتاب میشه، دلیلی نداره که آسمان کشور باز باشه و مثل زمان عادی چندین پرواز بیاد و بره. خیلی چندین دلیل متفاوت هست که به نظر من اینا جزو مهمترینش بود. اجازه بدید از آقای قاضیان هم نظرشون رو بپرسم. آقای قاضیان، اول به من بگید آیا شما به این باور هستید که تفاوتی هست، و اگر این تفاوت هست در کجاست به نظر شما؟ تفاوت در چه؟ در میزان غم، یا این چیزی که حالا همونطور که گفتم بعضی بهش میگن شیدایی. یک انگار که شما رو وقتی رو فضای اجتماعی در ایران نگاه میکنید، انگار همه به نوعی مبهوتند از این اتفاق. من به نظرم ترکیب دو عامل در این تعمیق و گسترش غم نقش مهمی داشته. یک عامل در واقع این سلسله حوادث غم‌انگیزی بودن که پشت هم اتفاق افتاد. هر روز مردم از خواب بلند می شدن با یک واقعه غمگین روبرو بودن، از سیل و فاضلاب اهواز بگیرید، بعد کشته شدن کولبران، بعد کشته شدن قاسم سلیمانی، و بعد کشته شدن عزادارانشون در کرمان، و بعد سقوط هواپیما و چیزهای از این دست. یعنی واقعه های پشت همی که غم‌های ناگهانی ایجاد می‌کنه، غم‌های غیرمنتظره ایجاد می‌کنه، مثل غم درگذشت نزدیکان. ولی این غم روی یک بستری از یک غم عمیق‌تر و گسترده‌تر نشست و تشدیدش کرد. اون غم گسترده‌تر غم ناشی از نومیدیه. چون می‌دونید وقتی آدم‌ها نومید هستن، یک جور غمی دارن که با غم ناشی از این حوادث ناگهانی متفاوته. یعنی ناراحتی و نگرانی و غمی که گویی ناشی از استیصال، ناشی از این است که شما هیچ نوری در افق نمی‌بینید، هیچ راهی برای آینده خودتون نمی‌بینید، نه از این ور مفری می‌بینید، نه از جای دیگری مفری می‌بینید، و این که شما انگار محاصره شدید در بدی‌ها، در شرها، در چیزهای غم‌آور، خودش خیلی نومید کننده است و این نومیدی غم جدیدی برای شما میاره. من یکی دو تا طنز در این روزها که گرچه طنز تلخی هست، اما نشون دهنده این بنبست، نشون دهنده این استیصال و بدون چاره بودنه. اونجایی که وقتی عزاداران در کرمان کشته شدن، مردم این طنز رو شعر میکردن با هم دیگه که
اگر آمریکایی‌ها یک نفر از ما رو بکشن ما 50 نفر از خودمون رو می‌کشیم، یا در اونجای دیگه که اگر این ملت حتی بخوان از دست این نظام فرار کنن تو هواپیمایی که به سمت کانادا هم میره باز دوباره عاقبت خوشی ندارم، اونجا هم دوباره مورد هدف قرار میگیره. یعنی گویی نه از این ور مفری هست نه از جای دیگری، راه گریزی نیست، نوری در افق نیست، امیدی در افق نیست. این ناامیدی یک غم فوق العاده عمیق ایجاد میکنه که غم اون حوادث مسلسل پشت هم تشدیدش میکنه و تبدیل میشه به این چیزی که حالا شما با تعبیر شکایی از همشهری یاد کردید. آقای قاضیان، شما شروع داستان رو از آبان شروع نکردید، ولی بذارید من از آبان شروع بکنم. ما هنوز نمیدونیم در آبان چه تعداد آدم در تظاهرات در اعتراضات کشته شدن و بحث آبان هم به نوعی متصل هست به این اتفاقات اخیر. اما ما در مورد آبان گرچه که نگرانی بود، گرچه که ناراحتی بود، اما این حالت رو نمیدیدیم. من میخوام از شما این رو بپرسم، آیا فکر میکنید دلیل اینکه الان انقدر مشهودتر میبینیم و در آبان نمیدیدیم تفاوت طبقه است؟ آیا طبقه متوسط که به هر حال خانم کاشفی هم به درستی اشاره کردن بخشی از در واقع اون ترکیب آدمهایی که تو اون هواپیما بودن از طبقه متوسط هستن، آیا طبقه متوسط به دلیل اینکه امکانات این رو داره که خودش رو در واقع عرضه بکنه، غمش رو عرضه بکنه، ما اون غم رو بیشتر میبینیم؟ من فکر نمی کنم این مهمترین عامل یا تنها عامل باشه، بلکه شاید دو تا عامل دیگه اینجا نقش مهمتری داشته باشه. یکی این که نحوه پخش یک خبر مهمه و اینکه چگونه منتشر میشه. یک وقت خبر در یک لحظه منتشر میشه و همه رو در بر میگیره، این خیلی تأثیرش متفاوته با وقتی که خبر خیلی پخش باشه. مثلا شما نگاه کنید کشدار 67 رو نگاه بکنید، خبر کشدار 67 چیزی که در طول شاید یکی دو دهه تبدیل شده به خبر کشدار 67، بنابراین اثرش خیلی اندکه در اینکه مردم رو جلب کنه و یک بار تحت تاثیر برن تا اینکه یک بار یه هواپیمای سقوط کنه. شما در جاده های ایران 100 برابر تعداد کشته های این هواپیما رو در سال ما کشته داریم، یعنی حدود 17000 خورده که میشه 100 برابر این 176 نفر، ولی اینقدر در ما تأثیر ایجاد نمیکنه چون در طول زمان پخش در 365 روز، ولی سقوط یک هواپیما همه ما رو متاثر میکنه. دومی که در مورد وقایع آبان که من ازش گذشتم، هم یک مقدار فاصله افتاده بود با این وقایع، همین که اونا از لحاظ سیاسی جامعه رو دو پارچه میکنه، یعنی یک عده که مخالف اون وقایع هستن، یه عده موافقش و یه عده اصلا. ولی وقایعی از این دست که در این سلسله اتفاق افتاد جامعه رو متقاطع کرد، یعنی کسایی که طرفدار رژیم بودن، کسایی که مخالف رژیم بودن، کسایی که اون وسط بودن، اون عده‌ای که رفتن برای تشییع قاسم سلیمانی لزوما همشون طرفداران رژیم نبودن، اون عده‌ای که کشته شدن همینطور، و چیزهای دیگری این آدم‌ها رو متقاطع کرد و بنابراین جمع کثیری یا جمع کثیرتری رو در واقع تحت تاثیر قرار داد. من فکر می‌کنم این دو تا عامل مهم‌تره. البته تردید نداریم که داشتن صدا هم مهمه، صدای کسانی که به قول شما ممکن توی طبقه متوسط باشن و دسترسی بیشتری به صداها داشته باشن. خانم کاشفی نظر شما چی؟ منم به نوعی فکر نمی‌کنم که طبقه نقشی داره اینجا. اگر که ما حالا از آبان عقب‌تر برگردیم، اگر به تظاهرات دانشجویی سال 76-78 بخوایم برگردیم، اصلا به نظر من مسئله طبقه نیست، مسئله مطالبات اجتماعی و مسئله عدم اعتماد و نداشتن اعتماده که باز حالا بعد میتونیم تعریف بکنیم که چرا این بی‌اعتمادی به وجود میاد. اگر این شرایط روانی بحرانی جامعه ما رو تو همین چند روز قبل از این اتفاقات بخوایم ما بررسی بکنیم، جامعه بسیار هیجان زده و پرتشنج بود. ما منتظر یک حمله بودیم، یعنی مردم منتظر بودن که الان به دنبال این که این ترور شده، این فرد کشته شده، آقای قاسم سلیمانی، بعدش چه اتفاقی میفته، ما چه میکنیم، اونا چه خواهند کرد. و این تشنج و این نگرانی یک مسئله بین المللی بود که فقط داخل ایران نبود. ما که خارج از ایرانیم به رسانه های آزاد بین المللی دسترسی داریم، ترجمه میکردیم، روی شبکه های اجتماعی به ایران برمیگشت و از هم خوراک بود. نگرانی ما در خارج، مطبوعات خارج رو میشنیدیم، نگرانی اونها در داخل، اینها همه به هم دست داده بود و یک شرایط بسیار نگران کننده بحران به وجود آورده بود که با این دروغی که به ما برای 3 روز گفته شد، باز ما در خارج از کشور میشنیدیم شواهد و مدارکی بود که این اتفاق نمیتونسته
نقص فنی باشه. از همون دقایق اول می‌دیدیم که شبکه‌های رسانه بین‌المللی دارن مدارکی رو نشون میدن که چیز دیگه‌ای رو میگه، و بعد اینجور انکار و بعد یکو گفتن که بله یک همچین اتفاقی افتاده و به صورت اشتباه باشه. در شعارهایی که هم می‌بینیم توی این دو سه روزه بوده تکرار شده، وقتی که با این عصبانیت این بغض میترکه و فریاد میزنن دروغگو، این معنی داره. این رو باید دید که بعدش رو چجوری باید بتونیم درست کنیم. چقدر نقش داشته این دروغ؟ چون دیگه واقعا الان روشن شده که در بخشهایی از کسانی که اومدن و در این روزها، در دو سه روزی که قبل از اعلام این که سپاه این هواپیما رو زده صحبت کردن در کنفرانس‌های خبری، میگفتن امکان نداره که این رو یک موشک زده باشه. خیلی از اونها میدونستن که موشک زده. فکر میکنید چقدر این دروغ تأثیر داشت؟ فکر میکنم که این دروغ شاید اون میگن آخرین کاهی که پشت اون شطور رو میشکنه، مثال انگلیسی نمیدونم به فارسی هم ما اینو داریم یا نه، ولی این همون بود. یعنی ما 40 ساله داریم، قطره آخری بود که لبریز شد. ما 40 ساله با توقعی که هر جامعه‌ای، هر ملتی از حکومتش داره که منافع ملت رو بالای منافع جناحی و گروهی و نظام بدونه، مرتب دیدیم به ما دروغ گفته شده، وعده ها داده شده، توانایی به وقوع پیوستنش نبوده، همه اینا بوده. و این اون آخری بود. باز من تکرار میکنم، به نظر من به دلیل این تشابه افرادی که توی اون هواپیما بودن با جامعه ما، با این همین بی‌امیدی که به نوعی آقای قاضیان ازش صحبت میکنن که از ایران برن این آینده رو جای دیگه‌ای بسازن، و اینها اون گروه موفق بودن. اینها همونایی بودن که به امید زندگی بهتر رفته بودن. یعنی داشتن این شلیک به امید مردم بود. همینطوره. این اون آخرینه. یعنی ما بارها از، حالا اگه بخوایم بحث جناحی حکومت رو بکنیم، از اصلاح طلب و اصولگرا و تندرو و هر چی اسمش رو بخوایم بذارین، دروغ زیاد شنیدیم. بله. به اعتماد مردم، به امید مردم خیانت خیلی شده در طول این 40 سال. خب پس این بار با بقیه چه فرق داشت؟ من فکر میکنم این بار به دلیل این آشکار بودنش، یعنی باز شما وقتی میبینید که دسترسی همه ما به شبکه‌های اجتماعی، این تبادل اطلاعات از داخل و خارج، کاری که اینها در طول آبان و یا تظاهرات قبلی تونسته بودن بکنن که اینترنت رو قطع بکنن که این تبادل ارتباط و اطلاعات نباشه، این بار نکردن، نتونستن بکنن و این اطلاعات میرفت. و دروغشون جوری بود که نمیتونستند ادامه بدن به دلیل شواهد و مدارکی که موجود بود. همه میدونستیم که اینها دارن دروغ میگن، و این آشکار علنن توی دوربین نگاه کردن و تکرار و بعد حتی تهدید ما از داخل کشور توییت تهدید بشه به رسانه ها که مبادا شما حرفی رو بزنید که خلاف حرف ما در داخل باشه. اینها همه چیزهاییه که به نظر من میتونه تشدید بکنه این بار غمی رو که ما بین المللی میبینیم. و نقش جاستین ترودو هم از اون طرف به نظر من بسیار مهم بوده. بله. توی بالا بردن این آگاهی عمومی بین المللی در رابطه با این فاجعه، برخورد انسانی او بسیار متفاوته با برخوردی که ما در داخل کشور خودمون دیدیم. اشاره جالب میکنید به جاستین ترودو، برای اینکه امروز من دیدم توییت هایی هم شده، بعضی از مثلا آقای شکوری راد از شورای شهر تهران خواسته حتی یه خیابان رو به اسم او نامگذاری بکنن به خاطر ویژگی او و کارهایی که ظرف این روزها کرده. روی فضای مجازی هم آقای قاضیان خیلی میبینید از اینکه از او در واقع به خاطر این نگاهی که به نظر میاد یک نگاه انسانی هست به کل این داستان خیلی یاد میشه، و خب این مقایسه ایجاد میکنه. فکر میکنید این مقایسه ها چقدر تاثیر داره؟ این مقایسات واقعا نابود کنندن به یک معنی، نابود میکنن همه اون امیدی رو که شما به یه جامعه بهتر دارید، و فاصله عظیمی رو که بین جامعه خودتون، بین زمامداران خودتون، بین نوع حکومت خودتون و رفتار اونا با مردم میبینید. انکار نمیشه کرد که همه حکومت ها بخشی از کارهاشون نمایشی است. یعنی ممکنه که همراه شدن با عزاداران یا یک فاجعه یا
چیزهای از این دست بود نمایشی هم داشته باشه و اونا بخون از این طریق سرمایه نمادینی جلب کنن که اونو تبدیلش کنن به یک سرمایه سیاسی. در این حالت نمیشه تردید کرد، ولی شما در این حال میبینه که در این نمایش، در این تشریفات یه نوع انسانیتی هم نهفته است، اینکه با انسان ها بتونیم همدردی بکنیم. شما این همدردی رو کاملا غایب میبینید از مقامات ایرانی، از آقای خامنه ای که چند ساعت بعد از این فاجعه آمده و در سخنرانی خودش حتی اصلا صحبتی نمیکنه، اشاره ای نمیکنه و حتی خودش رو به ندیدن و نشنیدن و ندونستن میزنه نسبت به این واقع، تا بعد از اینکه دروغ آشکار شده و ما هیچ واکنش عاطفی از مقامات نمیبینیم، نوعی همدردی نمیبینیم. تمام کسانی هم که حتی آمدن در مورد دروغ‌گویی خودشون حرف زدن همدردی نمیکنن با این مردم، هیچ قدمی نمیبینیم. حالا که فشارها زیاد شده میبینید که چند تا مقام رفتن برای اینکه دلجویی کنن از خانواده. یعنی این مقدار از بی به اصطلاح عاطفگی، غیر همدرد بودن با مردمی که شما دارید برش حکومت میکنید، وقتی در برابر اون نمایش خیره کننده ترودو قرار میگیره، این فاصله از این واقعا به نظر من نابود کننده است. چرا؟ مگر اینها سرمایه سیاسی احتیاج ندارن در ایران؟ به هر حال هر چه که باشه، هر جور هم که این انتخاباتی که در ایران هست رو شما انتخاباتی در نظر بگیرید که انتخابات واقعی نباشه، اما یک انتخاباتی به هر حال برگزار میشه. آیا به این هم در واقع این نمیتونه تأثیری بذاره در اینکه مسئولان یا حتی نه کسانی که الان مسئول هستن، چهره‌های سیاسی اجتماعی نقش فعالتری در دلجویی از مردم در بزنگاه‌های اینجوری پیدا بکنن؟ ببین این فقط یک مهارت نیست، یک نوع قابلیت پیشین عاطفی روانی هم باید در شما وجود داشته باشه. شما نمیتونید این رو فقط و فقط به صورت نمایشی اجرا بکنید، شما اصلا باید اون قابلیت درتون وجود داشته باشه، یه حساسیت درتون ایجاد بشه تا بخواید اصلا اون نمایش رو بدید. معلومه که در مقامات ایرانی این حساسیت عاطفی نم کشیده، چنین حسی ندارن. شما نگاه کنید 50 و اندی نفر، نمیدونم چند نفر در کرمان کشته شدن، نسبت به اونا چه واکنشی دادن؟ اونا که برای سردار شهید شما رفتن، برای عزاداری سردار شهید شما رفتن، حتی نسبت به اونا شما میبینید چند واکنش عاطفی دیده نمیشه. این بیشتر از اینکه نداشتن مهارت سیاسی باشه یا نداشتن عقل سیاسی باشه که خب ما از این فرصت استفاده کنیم و این سرمایه نمادین رو تبدیل به سرمایه سیاسی کنیم، نداشتن اون قابلیت‌های انسانی عاطفی است. اینکه ما مردم خودمون مهربون باشیم، این مردم بر ما حق دارن، ما از خودمون حقی نداریم، حق اونا رو باید ادا کنیم لااقل به صورت عاطفی. وقتی چنین اصلا چنین دیدی در شما وجود نداشته باشه، چنین قابلیت هم ایجاد نمیشه، چنین حساسیتی هم وجود نخواهد داشت، بنابراین از این فرصت هم استفاده نمیکنید. رو کاغذ اینا خیلی منطقی به نظر میرسه، ولی شما باید برای اجرای این به اصطلاح امر اون قابلیت ها رو در خودتون پیشتر ایجاد کرده باشه، قابلیت های انسانی. شما در مورد ناامیدی صحبت کردید هر دوی شما. آخر میکاشفی در مورد بی‌اعتباری چطور؟ اینکه شما به عنوان یک ملت احساس کنید که با کسانی طرف هستید که اعتبار سیاسی ندارند، یعنی به نوعی حرفهایی میزنند که به هیچ شما نمیتونید باور کنید. آقای روحانی در هر دو مورد، هم در مورد بنزین هم در مورد اخیر، میگه من صبح جمعه فهمیدم، برای او جوک ساختن که انگار او زن آبستن هست که بهش خبرها رو نمیدن میگذارن صبح. میگن ایشون فقط جمعه ها بیدار میشن. خب اینها همه مسئله است. چرا فکر میکنید که این بی اعتباری چه لطمه ای میزنه به در واقع وضعیتی که مردم دارن؟ الان ما در مورد حکومت صحبت نمی کنیم، در مورد وضعیت اجتماعی صحبت. ببینید ما مرتب در طول این سالها بحث آسیب‌های اجتماعی رو مطرح می‌کنیم. این آسیب‌های اجتماعی چی هستش؟ اگر فکر بکنیم که ما به عنوان یک ملت ارزشی نداریم برای کسانی که باید تصمیم بگیرن برای ما، یعنی برای ما کار ایجاد بکنن، مسکن ایجاد بکنن، بهداشت و درمان ایجاد بکنن، و بعد ببینیم که مرتب با باندبازی، با دروغ، با کلک فقط از خداشون در مستر کار قرار میگیرند، این ارزش ما رو کم میکنه. این بی اعتباری به ما هم برمیگرده، این بی اعتمادی به ما هم برمیگرده. در اونجایی که ما باید به روابط شخصی خودمون بین فامیل اعتماد داشته باشیم، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند، میبینیم که در طول این سالها چه لطمه وارد شده. این بی اعتمادی رو شما اگر که به جامعه برگردونین که میبینین به چه فاجعه‌ای ما دوچاریم توی جامعه‌مون،
که اعتماد نداریم که اگر یک نامه را دست یکی میدیم تا یه چیزی هدیه ای هم روش نذاریم این نامه به مقصد خودش نرسه. منظورتون رشوه است؟ بله. اسم مؤدبانش بله رشوه. بنابراین این برمیگرده به اون آسیب‌های اجتماعی که ما مرتب ازش حرف میزنیم، این بی‌اعتباری کسانی که باید توانا باشند در انجام کارشون، کسانی که خودشون رو در معرض انتخاب برای ما میگذارند که ما انتخابشون بکنیم که بتونن بر ما حکومت بکنند، به نفع ما آینده‌ای بسازند، برنامه داشته باشند، از نماینده مجلس گرفته تا شورا تا هر کسی که انتخابی هست. وقتی ما میبینیم که اینها نه اعتباری دارند، نه سوادی دارند، نه توانایی دارند، نه تخصصی دارند، استثناها همیشه وجود داره، من در مجموعه این 40 سال دارم صحبت میکنم، و مرتب حتی اونهایی هم که ما اعتماد میکنیم بهشون، لیست امید درست میکنیم، میریم رای میدیم، باز به ما دروغ میگن، به ما خیانت میکنند، به اون اعتماد ما، به اون وعده‌هایی که به ما دادند ما باز امید بستیم و باز و باز و باز به ما دروغ میگن. خب این چیزی نمیتونه برای آینده داشته باشه. این آسیب‌های اجتماعی دقیقاً در این نقطه لبریزه، یعنی یک جایی این جامعه منفجر میشه و بعد قابل کنترل نیست. آقای قاضیانی وقت زیادی نداریم، من فقط میخوام در مورد این کلیپی هم که امروز روی فضای مجازی زیاد دیده شد، در تلویزیون ایران پخش شده، یک خانومی هست که میگه که کسایی که نمیتونن این وضع رو تحمل کنن جمع کنن از کشور برن، که خیلی واکنش داشته. شما در مورد این جور نگاه چه فکر میکنید؟ طبیعتاً حتما بخشی از جامعه هستند که به جمهوری اسلامی باور عمیق دارن و فکر میکنن که اون عده‌ای که خوششون نمیاد از این وضعیت اون غرب زده هایی هستن که جاهای دیگه هم حتما جا دارن. فکر میکنید این نگاه از کجا میاد؟ این نگاه در واقع صاحب کشور بودن و احساس مالکیت کردن؟ این نگاه میدونید یه نگاه نسبتا عمیقی است در بین مدافعان سرسخت نظام سیاسی، اما همیشه این رو به صورت بیرونی بیان نمی کنن چون مفید نمی دونن. الان هم یه عده به اون خانم دارن انتقاد میکنن که چرا اینا رو گفتی، نمیگن که اینا رو نباید بگی، مقصودشون است که گفتن این به اصطلاح نهان عیان کردن یک سر نهانی است و شما آشکار کردی چیزی رو که ما در ذهن داریم. چرا؟ چون ببین اولا پشتش یه ایده وجود داره که این مملکت، مملکت امام زمان، مملکت شیعه است، بنابراین انگار هر کی دیگه توی این ماجرا نیست از این بیرونه. این شیعه گرایی امام زمانی با یک اسلام سیاسی مخلوط شده که نظریه ولایت فقیه باشه، و بنابراین اگر شما زیر این چتر قرار نگیرید خودی نیستید، و چون این سرزمین متعلق به این هاست بنابراین هر کسی که زیر این چتر قرار نمیگیره متعلق به این سرزمین هم نیست. یعنی سرزمین یا جغرافیای سکونت افراد پیوند خورده با عقایدشون، در حالی که خب ایران ملک مشاه همه کسانی است که در این سرزمین به دنیا اومدن، و به دلیل نداشتن این دید تاریخی نسبت به گذشته ایران اینها فراموش میکنن که آخرین نفری که این حرفا رو زد اعلیحضرت بود که خودش زودتر از کسانی که تهدیدشون کرده بود ایران پاسپورت بگیرن و برن از ایران بیرون رفت، و دیر یا زود ممکنه چنین عاقبتی در انتظار کسانی که این حرفا رو میزنن و سردمداران این حرفا هم باشه. در واقع من میخوام به عنوان آخرین بحث خیلی کوتاه اول از آقای قاضیان میپرسم و همین سوال از شما میکنم. فکر میکنید که این وضعیت اجتماعی تا کجا قابل ادامه است؟ این ناامیدی، بیباوری به مسئولان و مقامات و همه شرایطی که الان میبینیم؟ واقعا نمیشه پیش بینی کرد تا کجا به لحاظ زمانی، ولی چیزی که میشه پیش بینی کرد اینه که این وضعیت تداوم پیدا میکنه، این ناامیدی. دلیلش هم اینه که شما سویه بهتری نمیبینید، یعنی اگر شما یه آلترناتیو مناسب میدیدید، وضع بهتری میتونستید جستجو کنید، مشکلات عمیق رو که وجود داشته براش فکر میکردید، راهی و برنامه‌ای وجود داره که میتونید از اینها بیرون بیاید در یه مدت کوتاه قابل قبول، خب ممکن بود برای این ناامیدی فکر کنید که یه جایی متوقف میشه، ولی واقعا انقدر عمیقه و شدیده که شاید تا مدت‌های مدیدی ما ناچار باشیم که در این ناامیدی دست و پا بزنیم، و بلکه بتونیم راهی و امیدی خلق کنیم، چون به هر حال امید خلق شدن نیست، نه آمدنی نه کشف کردنی، ما باید امید خلق کنیم و خلق و امید کار فوق العاده دشواری است در جامعه. هم کاشفی نظر شما چیه؟ من برعکس آقای قاضیان بسیار امیدوارم. بله.
من به همین نسل جوونی که جرأت میکنه و میاد بیرون بسیار امیدوارم. به همین نسلی که میاد و بیرون تحصیل میکنه، آینده بهتری رو دنبال میکنه و ایرانی باقی میمونه بسیار امیدوارم. موافقم که اگر آلترناتیوی بود شاید میشد نوع دیگری صحبت کرد، ولی اگر همین تظاهرات و اعتراضات رو هم شما ببینید، فاصله ها کمتر و کمتر داره میشه، اعتراض ها بیشتر داره میشه و من بسیار امید دارم و میدونم که آینده کشورمون به دست همین نسل جوان بسیار زود ساخته خواهد شد. خانم کاشفی، ممنونم از شما برای این کلمات امید بخش و ممنونم از شما آقای قاضی جان و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه ما بودید. شب روزتون خوش.